با درود و سلام خدمت شما عزیزای دل، امیدوارم که حالتون خوب باشه. علی بی چطوری؟ من خیلی میزونم، نه تو خوبی؟ من عالی هم. میدونی چرا خوبم؟ چون یه قسم ها ببخشید یه بار دیگه با هم بریم. باز کاری که آره. همیشه میگونی ببین دارم تمرین میکنم، به خدا روز و شب تمرین میکنم که این اتفاق نیفته. خواستم بگم یه مهمون داریم. تو چیزی که گفتی اصلا میخواستی چی بگی الان؟ حالت خوبه؟ چرا میخواستم بگم که خوش اومدی به یه قسمت جدید از خب باحال نبودین؟ بعد نبود، اوکی بود. حالا ادیتش کن. مهمون رو بگیم. مهمون داریم ها؟ مشتی رو بگیم. ولی چه مهمونی؟ مشتی. اون خوبا. خب. داش کچی. کچی بیس این ده هاوس. خیلی چاکرم بروکس. دمتون گرم. آقا درود بر علی بی و نب عزیز، دوستای صمیمی. چاکرتونم. مرسی که امروز منو کشوندید توی یوتیوب خودتون. مرسی از بروکسی که دارن این برنامه رو میبینن. چی داری واسمو علی بی؟ باز کلکله یا چیه؟ کچی کلکلمون رو ما کردیم دیگه، اون بتله رو کردیم، رفت تو تاریخ. ببینم فالوورات چقدر اومد بالا بعد کلکل مومن. نه بحث اینه که تو چرا اومدی پایین. ولی خشی انرژی امشب بالاست. خب برو بریم. میخوام همون انرژی که تو بتل داشتین اینجا داشته باشین. نه ولی من بعد از اون بتل رفتم تورنتو، کلی با خشی گشتیم و قلیون کشیدیم، خوب شدیم بازم با هم. آره. ولی بچه از نزدیک خدا وکیلی بچه مهربونه. از نزدیک از دور یکم نچسبه، یه نمه نچسبه، ولی از نزدیک نچسب بودنش یکم کمتره. آره دورم این نزدیک. نه خاله مشتیه. آره. خشی مشتیه. ولی کارش درسته. کلی با هم حال کردیم. کانادا بودیم، کلی حال کردیم، خوش گذروندیم. خیلی حال کردیم خودمون. ولی خشی امشب می‌خوایم با هم یه بازی بکنیم. چه بازیه؟ اسم این بازی دیسیولیس. خب توضیح میدی؟ اسم آره. هول نکن. آره. ما دوستت داریم. بازی بازی با تو برای من خب مثل آب خوردن میمونه. ببین مثلا آره. امیدوارم پس امشب آب زیادی بخوری. ببینیم آخرش کی آب زیادی میخوره. بی تربیت نشو. به جای بدی کشیدی. من میگم علی بی بیا با هم دوست باشیم. من تو نمیدونم. حالا بذار بعد از اینا رو بذار بعد از بازی. من رو دوست داشتنه، از روی عشق. میدونی چی بهت میگم؟ میگیرم. اسم این بازی چیه؟ بیس یا لیس؟ دیس یا لیس؟ خب یه توضیح بدیم. یعنی لیسشو من خوب بلدم ولی لیسش چیه داستان؟ نه برعکس گفتی. نه یه بار دیگه بگو چی؟ آره تو یه زمانایی اونم خوب بلدم ولی توضیح نمیخواد. بستگی به موقعیت داره ها. بستگی به موقعیتش داره. آره ببین دیس یا لیس یعنی یه اسمی ما میکشیم وسط، میذاریم وسط رو میز. خب. من تو رو یا نب و یا نب منو مجبور میکنه این اسمو یا دیس بکنم یا لیس بکنی. نب میشه کاری کنی علی بی منو لیس بکنه؟ دهن سرویس. من یه اور منو لیس کردی تو اناش من خیسم. بیا اسلحه هامونو بذاریم زمین. نه. آره من گذاشتم زمین. نه ولی بچه فانش به همینه. اصلا ریلکس باشه. بچه من اگه پایینو نگاه میکنم به خاطر اینکه یه ذره بچه ها رو دارم از دوربینم بالاتره و دمتون گرم. یادتون باشه کانال رو سابسکرایب کنید. علی بی میخوای بریم و برگردیم یا میخوای توضیح بدی و بریم توی ها؟ ببین دیس یا لیس یه توضیح ریز بدم. دیس خب مسلمه، یعنی توضیح دادین. آره خب لیس یعنی چی؟ یعنی از طرف بعد خوب بگی، مجبورت میکنم از طرف خوب بگی وقتی که آره لیس رو انتخاب کنی. و این اختیار تو نیست، اختیار هر کسی نیست. یعنی مثلا تو به من میگی دیس یا لیس، خودت انتخاب میکنی که آیا دیس کنیم یا لیس کنیم. دقیقاً. بعد چه جوری اینو میگیم به هم دیگه؟ ببین دو تا کاغذه، خب تو یکی از این کاغذا میای بالا. دیس یا لیس. سپر خلصه. داداشم به به من لیس میزنم داداشمو. دهنتو سرویس علی بی. ببین یک کاری باید بکنم. معذرت نداره لیسش، تو که اینقدر لیسش کردی. من میگم دیس. من باش اما میخوای داداشمو دیس. این با مزه است. مال من. برو بریم. به برنده میرسیم. برو بریم. خب من باید سپر خب یه دقیقه شروع شد. برو بریم. خب
سپی خلصه، ما جفتمون کچلیم ولی من کچل خوبم، گرد همچین مشتی، تو کچل له شده ای، از این کچلایی که اصلا این کیوی میمونی. خب بعد دیگه بهت بگم بعد اصلا که چی برنامه میمونی؟ سلام با یه صبر، با یه برنامه صبر دیگه هچی توی اونه اون نیست سچت یه دقیقه یه چیزی این مثلا که چی داداش الان باید پاشی بری برای مثلا چه میدونم تو منشن مثلا واسه خودت چیز بکنی، بعد مثلا چه میدونم میای مثلا با زد بازی مثلا میری کنسرت مثلا 6000 نفره حسودی میکنی خودت بذاری چند نفر میان ستونم 50 نفر 20 نفر چی آروم ریلکس آقا چی دارم دیسش میکنم دیگه بعد ببین سپی خلص 10 ثانیه ولی موزیکش خوبه ولی آهنگاش توی جیک پالم ورس من ورس تو بهتر بود مایک دراپ کردی ها آخر سر مایک دراپ کردی سبی خلص این دیس میدونی که داداشی باره اسم میکنم یه نم یه نم ولی یه نمه شخصی بود اسم میکنم یعنی چون نه تو اتون صدات یکم آقا منو گفتی سپی خلص رو دیس کن نمیتونم بیام بهش بگم سپی خلص چقدر مثلا اولد فشن هایی که درست میکنی بدمزه است که باید دیسی بگم یه ذره دیسی باشه دیگه داره عذیتت میکنه چیز وگرنه خب حالا نوبت من به نبه درسته اوکی علی بی تو منو مجبور کردی که من داداشم رو دیس بکنم عشقم رو دیسش بکنم حالا من میخوام یه کاری بکنم نب من ازت میخوام که کامران هومنو درام رول پلیز لیستش بکنی اوکی خب بچه خوبی هم اوکی یه دقیقت وایست باید بلیستی یا داداشم یعنی زیاده روی باید بکنه دو سه برو بریم خب کامران که این موهاش من عاشق اون موهاشم لام است این کامرانو میبینم اصلا ببین آه فاک حالم بد میشه خیلی حالم بد میشه یعنی موهاش خیلی خوبه آجی موهاش خیلی خوبه استایلش از استایلش لو موشن این موهاش مثلا رو هوا اینجوری خیلی خوب می اصلا رو هوا موجی میاد موجی بعد بدجور ولی حس نمی کنی زیاد الهام از مایکل جکسون میگیرن هم مایکل جکسون ببین اتفاقا مایکل جکسون خیلی روایت داشتیم که مایکل جکسون از اینا الهام گرفته پشمام خوب داری میلیسی برو بعد یه ذره دیگه مونده ببین مایکل جکسون اصلا خیلی اون موزیک ویدیوی تریلرش بود فکر کنم قشنگ همون حرکت هومنو در میاره نگاه کنی همون هومن رقص هومن رو داره بچگی کامران هومن گوش میدادی؟ بچگی گوش میدادم آره خیلی زیاد خیلی خیلی تا دلت بخواد پوستراشون در دریک یا کامران هومن دریک یا به چشماتم خیلی میاد تایمت داره تموم میشه دریک یا کامران هومن کامران هومن 100% آجی برو بریم خیلی خوب خیلی خوب بود خیلی خوب بود این مون تو خاطراتت دیگه از این بعد ولی واقعا ولی واقعا نباید بچگی خیلی کامران هومن گوش میدادی من یادمه خب در اتاق تو قفل میکردی میشستی اونجا خب ببین آهنگاش خوب بود خب قفل رو دیگه حاجی برای چی قفل میکردی من اینو نمیدونم چرا گفت آقا بریم بعدی آقا یه دقیقه صبر کن نه نریم علی بی وایسا اینجا چی دیگه تو چی چرا تو باید این حرفو بزنی یعنی که چی؟ درو قفل می‌کردی کامران هومن گوش می‌کردی دهنته حالا بگو تو تو در پشت در بودی یا این ور تو این ور در بودی یا اون ور در کدوم ور در درو چرا قفل کردی اوکی آقا به کثافت نکشیمش دهنت سرویس آقا نه الان وقت نبه خب علی جونم خشی رو اذیت کردی حال میده خشی رو اذیت کردم انتقام بگیریم ازش خشی یا چی خشی انتقام بگیریم به من هیچی نمیترسم من از هیچکی و هیچی نمیترسم بهزاد لیتو دهن سرویس چی خب میدونم آره دیس مثلا بابا یه اسم دیگه بیاریم مثلا It's karma bitch بابا بهزاد خیلی چیزه خیلی حساسه سنسیتیوه نه بهزاد اتا آدم با جنبه ای اگه با جنبه هست آره بریم با شوخی کنیم آقا دیس دیس یه دقیقه اوکی حاضر سه دو یک برو بریم با بهزاد لیتو خب اصلا چجوری وارد مارکت شد خب بهزاد لیتو باید هر روز از جی جی تشکر کنه خب اگه جی جی نبود بهزاد لیتو اصلا من نمیشناختم خب بعد اصلا چه آهنگای خوبی داره خدا وکیلی بهزاد لیتو خب همون سه تا آهنگی که من پرودوس کردم قبول داری؟ آره دیگه
اونشم به خاطر بیتای منه که مثلا یکم چرخیده من اون ور و گرفت دهن سرویس قیابت رو میبینم من هول میکنم دیگه چی؟ بابا الان رفته خودش رو به زور کرده توی زد بازی خب که مثلا ثانیه. آره ثانیه. که افت نکنه دیگه خب الان هم چسبیده یوتیوب دیگه مثلا کار اون کارهایی که مثلا میدونی الان هم دیگه اصلا وقت نداره رو بیتای من دیسش کن دیسش الان دیگه وقت نداره رو بیتای من بخونه خلاصه دیگه مثلا تکستاش هم همش نه چه دیسی بود اومدم پیش من دیگه نمیتونم تموم شد یه دقیقه تموم شد ولی کشتیش امیدوارم دیسپک تو بده دیسپک علی بیو بده لیتو عادت نداره دیسپک بده به کسی واسه همین سیفه نه با بزی عشق منه نه بزی عشقه همین الان اتفاق مسج داد به خدا ببین اوکی دو هفته دیگه کار انجام بدیم بزی من آره اوکی دو هفته دیگه کار انجام بدیم ولی بذار این ویدیو بیاد بیرون شاید نظرت عوض شه عشقم بعد هم متوجه بشی آقا بریم بعدی خیلی خوب بریم بعدی خب راوند یک تموم شد خب بچه ها کامنت کنید کی کیو بهتر دیس کرد یا لیست کرد فعلا که فقط من علی بی دیس کردیم نب لیست کرد علی بی فرمون دست خودته چیکار کنیم خب الان بعد به همدیگه نمره بدیم نه آخر سر میگیم کی بهتر در کل بهتر بود پس راوند دومو بریم. برو راوند دوم بریم. This your list. This your list. راوند دوه و من میزنم به علی بی. اوکی علی بی. میخوای کارای من تو نه وایسا داستانای منو خراب میکنی تو مارکتاره. یه کاری میکنی که من با سپر خلصه برم تو دیس. منی که با سپر خلصه این همه خاطره دارم. حالا نمیدونم چجوری لیست کنم یه دقیقه دیس کرد الان کل برنامه رو فقط میخواد لیست داره میترسه جدی داره میترسه بابا خشی جای نمیره آره داداش سپر خشی جای نمیره بخشی سپر جای نمیره کشتتت سپی اگه دیستت کنه میکشتت خب آقا سپر مشتی بریم البته سپر همین جوری داره دیسای منو میداره تو یوتیوب حواسم بهت هست سپی خرسه این دیگه ریل اومدی این دیگه ریل اومدی شخصی بود این دیگه شخصی بود علی بی من از تو میخوام الان میدم یه اسم که محمد رضا شایع رو شایع رو نه این خوب نی دیس کنی آره خب مسلمه میخواد دیسش کنی این خوب نی نه خدا وکیلی دیس خوب نی دیس با بکنی باید دیس من... کنی نمیتون چرا؟ نه یکی دیگه چون من با بهزاد کلی بابا خیلی خاطره داریم با هم اینقدر چرخیم دبی بودیم با هم کانادا ترکیه باشه حالا شوخی آقا من محمد رضا رو میکنی مگه واقعا میخوای شو چیز با دیسش بکنی نه بابا رفیقی مشکل چیه بگو یکی از بهتریناست بابا ولی خب میترسم ناراحت بشه دیسش کنی من نه ناراحت نمیشه من میشناسم دیسش کن آقا بازیه دیگه بازی واسه فانه چی بگم اوکی برو بریم 3 2 1 برو بریم محمد رضا شایعه ببین اصلا چیه بابا باید آپدیت بکنه موزیکاشو چیه مال 20 سال پیشه میدونی اصلا زیرزمینی و از بدبختی میخونه و اصلا خودش داره ترکیه حال میکنه و میدونی پارتی میکنه اصلا یه جورایی حس میکنم آدم درویه میدونی مثلا اونور میاد مثلا شخصیه باش اونور میاد سهراب امجای میاره وسط دیسش میکنه منو میندازه تو بازی بعدش میاد فالوش میکنه با هم رفیق میشن آخه این چه کاریه میدونی آره منو انداخت تو بازی اصلا این خوب نی بعد میدونی اصلا چیزایی که میخونه فکر نکنم مثلا تجربهشو کرده ولی یه جوری میخونه که انگار مثلا واقعیه هر چیز درباره چیزایی که داره میخونه من باورش نمیکنم خب خیلی هم 10 ثانیه بچه خوشبخت و مایه‌داریه فکر کنم و همه چیزاش الکیه میدونی جوراباش هم بو میده بگو آقا شب ثانیه تموم شد موزیکاشم فقط معتادا گوش میدن این بد بود خدا ما رو ببخشید محمد رضا الان همین الان ازت معذرت خواهی میکنم همین الان باید یه مسیج بهش بدم اصلا دستم حالا علی بی تو چرا مثل اینه که مثلا میرن این برون بر مثلا میگه من شماره این آدم معروفه رو دارم
نمیدونم شما من با اون معرفه دوستم شماره اینا هی گوشی تو در میاری بهزادو میگیری شایعه رو بذار تکس بدم حالا یه جوری دیگه انگار مثلا توی مارکت دریک و کندریک لاماریم بابا داریم بازی میکنیم دیگه بابا تو هم دیگه ولی خب ممرزا خیلی آدم جدیه بزنم به ممرزا آخه ببین داستانش من میدونم چیزش چیه قلقش چیه علی مشکلش اینجاست که رفاقت اونجوری نداره با ببین خیلی با هم محترمانه صحبت میکنه میدونی خب یوتیوبیم دیگه پوتک حرف اول هم نیست که پوتک رو دیست بکنم دوباره میتونم حاضری؟ 60 ثانیه ولی شخصی یعنی سنگین میخوام یه سنگین بری دیستت به درد نمیخوام دیست شخصی بارو بریم پوتک ببین یعنی اگه من برای تو بیت نمیزدم خب یه دونه آهنگات بالای 1,000,000 نمیخورد این یکی لیل وین رو رد نمی‌کردی راستشال لیل وین رو رد نمی‌کردی من بیتشو زدم خب حالا وایس اینجا رو نگاه کن قبل اینکه با من رفیق بشی خب به سوراخ میگفتی سولاخ به نردبون میگفتی نبردبون خب بعد بهت بگم تو شب با عکس خودت که اون پشت میزنی شب بوسش میکنی با اون عکس میگیری میخوابی تو اگه فنات نبودن خب شاید هیزم خوردکن میشدی ناسان زدمت من اون دهزانی اولش گوشتم با بهزاد برسه بهزاد آره من مطمئن هست دقیقه 237 میدونی دقیقه کشی گفته 237 من دیگه بابا فکر به چه وقت دارم نه ولی آنگه باید نه باشه خیلی من مطمئن هست تو آب بخور آب بخور تو شروع اینجوری میکنی آب بخور کی تو میری با من سر ناسا بعد اون روز من شنیدم اون روز برگشت به چیز برگشت گفت به نه برگشت گفت به زیره فکر الان منه تو ویدیو ناسا چی نفهمیدم چی؟ بزیله؟ ببین انقدر عقبیت که نفهمیدید نه دور از شوخی خب یکم حالا برگردیم به همین موزیک رو بزنیم ویدیو خیلی باحالی بود کلان اصلا کار تو باحال بود اتفاق باحالی بود ویدیو باحالی بود ولی بعد هنر پیشگیش خیلی قشنگ بود به نظرم آره از یه جایی الهام گرفتن نمیدونم دقیقاً این که مثلا اول موزیک ویدیو مثلا آره هنر پیشگی میکنن یه از یه جایی الهام گرفتن درست نمیدونم کجا الان من میخوام یه سوال از دوستا الان میخوام ببینم مثلا اولین نفری که اینو آورده تو بودی آقا بریم برنامه بعدی یکم وقتمون کمه خشید خدا وکیلی الان همه حرفا رو زدی کل روز رو برنامه‌ریزی کردی که بگی اینو اولین بار تو آوردی نه دیگه چی میگی من اصلا متوجه نمیشم من تو چرا همه چی بخوای میگیری آقا چرا نمیگیری تو چرا نمیگیری تو چرا نمیگیری تو نمیگفتی دور از آقا بلش کن بلش کن بلش کن آقا نه حالا تموم شد عشقم بس دیگه بلش کن ببین ما چیزی نمیگیریم ولی تو همه چی به خودت میگیری من نگفتم خشی همه چی من نگفتم خشی بی جنب بس خدا وکیلی آره اینجوری برو بابا بذار بره چیه هیچ کارش مسئله هست هر چی میگم بی جنبه هست همه چی رو به خدا چیز میکنه من نمیدونم والا اصلا آقا خفشی دارم میشنم چی میگی بابا نگاه کن چه آدمیه سه چیز دروش خواهش نمیکنه من یکم بی جنبه بود خود من کلی تعریف کردم خود حالا اینا رو ادیت کن من تعریف کردم ازش قبول داری؟ نه نگاه کن اصلا خوش نه چه فاسی This your list.